سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یه سری از امکانات، ترفندها و میانبرهای VS Code رو یادتون بدم که اگه یاد بگیرید خیلی به دردتون میخوره و تازه میفهمید که چرا VS Code خیلی خوبه برای کد نویسی برای پایتون. من قبل این یه ویدیو درست کرده بودم برای آشنایی با VS Code، چجوری نصبش کنیم، چطور شروع کار داشته باشیم باهاش، ولی تو این ویدیو میخوام یه مقدار پیشرفته تر یه سری ترفندهاشو یادتون بدم. ببینید بچه ها، ترفندهایی که میخوام یادتون بدم با هیچ ترتیب خاصی نیست، یعنی ممکنه یه سادش باشه یه پیشرفته ترش باشه و اینجوری به ترتیب راحت به سخت نیست. یه چیز حالا خیلی ساده که اولش باش شروع کنیم اینه که شما برای اینکه VS کدتون رو باز کنید نیازی نیست اول VS کد رو باز کنید بعد برید اوپن فولدر رو بزنید پیدا کنید کجاست. میتونید خیلی راحت از توی فایل اکسپلوررتون برید تو اون فولدری که کداتون توش هست. مثلا این فولدریه که من کدای ویدیو یوتیوبم توش هست، من میخوام این فولدر رو باز کنم، همین فولدر لرن پایتون. اینجا شما اگه بنویسید cmd command prompt تو همین فولدر براتون باز میکنه. ببینید الان تو اون فولدری هستم که میخوام و شما فقط بنویسید کد نقطه، اینو براتون باز میکنه، دیگه میاد VS Code رو براتون باز میکنه. اما من چون باز بود دیگه همین خودش آورد. پس این ترفند اول که میتونید با استفاده از کد فاصله نقطه توی کامند پرامپت راحت همونجا ببینید تو هم فولدر باز شد. نکته دوم استفاده از اکستنشن ها توی VS Code. ببینید این تو منوی سمت چپ این آیکون اکستنشن ها هستن. برای شروع کار با پایتون چند تا لایبرری حتما باید نصب داشته باشید. یکی اکستنشن پایتونه که شما اینجا فقط با سرچ کردن پایتون پیداش میکنید و نصبش میکنید. الان برای من نصب شده، برای همین دیگه نصبش نمیکنم. یه چیز خیلی مهم که باید داشته باشید فیچر پایلینته. ببینید اینجا نوشته لینتینگ. لینتینگ چیه؟ لینتینگ شما وقتی دارید یک کدی رو مینویسید این خودش میاد برای من کامل میکنه که الان چی میخوام بنویسم. اگه من یه فایلی داشته باشم که فانکشن مالتیپلای رو من تعریف کردم، اینجا اگه بیام بنویسم شروع کنم مالتیپلای بنویسم، دیگه خودش میاد به من پیشنهاد میده اینو بنویس. پس این خیلی فیچر خوبیه که کد نویسی شما رو سریعتر میکنه و این پکیج پایتون به صورت دیفالت این فانکشنالیتی رو داره. اما یک اکستنشن دیگه هم که هست میتونید ازش استفاده کنید اینه پایلینت. میاد خب خیلی بیشتر این کار رو براتون انجام میده، میتونید نصبش کنید. این دوتا از اکستنشن هایی که برای شروع کار خیلی لازمه. و گیت، گیت لنز برای کسایی که با گیت کار میکنن حتما اینو نصب کنید. یک ویدیو دیگه من میگیرم برای کار با گیت تو وی اس کد و گیت گراف. شما اگه با گیت کار کنید تو وی اس کد کارتون خیلی ساده میشه. پس این نکته دوم استفاده از اکستنشن هاست و شما میتونید با اکستنشن های مختلف یه قابلیت هایی به وی اس کدتون اضافه کنید که خیلی براتون مفیده. خب ترفند سوم استفاده از شورتکات کنترل پی. کنترل پی یه چیزی اینجا براتون باز میکنه به اسم کنترل پلت که اولین چیزی که براتون باز میکنه به صورت دیفالت آخرین فایل هایی که ازش استفاده کردین و اینجا نشون میده که میتونید بازشون کنید. خب اما یه چیز جالب تر اینه که شما اگه اینجا این علامت حالا فلش گونه رو که رو کیبوردتون هم هست بنویسید، این همه دستورای قابل استفاده در وی اس کد رو براتون میاره. هم میتونید اینجوری برید پایین اون دستوری که میخواید رو پیدا کنید یا بنویسیدش. حالا به عنوان نمونه یک دستوری که میشه ازش استفاده کرد تاگل مینی مپ. ببینید تاگل مینی مپ چیه؟ این ور یه چیزی براتون میاره که کدتون اگه خیلی طولانی باشه میتونید اینجا بالا پایین برید رو کدتون. پس یعنی شما میتونید اون دستوری که میخواید رو یه دونه فلش بزنید بنویسید تاگل مینی مپ. الان من دوباره بزنم این حذف میشه. پس شما هر دستوری بخواید با زدن کنترل پی آوردن کاماند پلت و زدن این میتونید پیداش کنید. ترفند چهارم چیه؟ ترفند چهارم اینه که بعضی وقتا شما میخواید یک فانکشن خاصی رو یا یک پارامتر خاصی رو تو کدتون پیدا کنید. این الان یک کد خیلی ساده است ولی فرض کنید مثلا یک کد خیلی طولانی تر داریم مثل این
یه کاری که ساده ترینش اینه که بگردید پیداش کنید. یک راه دیگه اینه که کنترل F رو بزنیم و اون فانکشنی که دنبالش هستیم رو پیدا کنیم با استفاده از نوشتنش. اما این خیلی حالا به نظر من راه قشنگی نیست. یک روش حرفه‌ای تر اینه که شما با هم کنترل پی که گفتم کنترل پلت رو باز کنید، ات رو بنویسید. ات ساین رو که می نویسید میاد همه پارامترهایی که شما توی این کد، این کدی که الان باز دارید رو براتون نشون میده. خب الان این کد یکم پیچیده تره، من رو همین ساده تر انجام میدم. ببینید کنترل پی رو زدم، ات ساین رو نوشتم، همه فانکشن ها، پارامتر ها، فانکشن یک و اسکوئر، فانکشن اسکوئر پارامتر و همه این پارامتر و فانکشن هایی که ما داریم رو اینجا برامون نشون میده. هر کدوم انتخاب کنید میره سر وقت اون. خب پس این خیلی کار راحتیه. یه راه دیگه هم هست، خیلی اونم جالبه. اگه شما کنترل شیفت نقطه رو بزنید، ببینید همینجا اینجا براتون باز میکنه فانکشن هایی که دارید رو، و داخل هر فانکشن میتونید باز کنید ببینید از چه پارامترهایی استفاده شده. ببینید خیلی این جایی که شما فانکشن های زیادی دارید، پارامترهای زیادی دارید، خیلی به درد میخوره. مخصوصا من فکر میکنم برای کسی که جاوا می نویسن این خیلی به درد میخوره، ولی برای پایتون هم قطعا به درد میخوره. بریم سراغ ترفند بعدی. ترفند بعدی، حالا من این کد رو باز کردم. وقتی میخواید برید مثلا به خط 42 اینه که اسکرول کنید، ولی وقتی کدتون هزار خطه خیلی روش بهینه ای نیست که هی اسکرول کنید پایین اسکرول کنید بالا. کنترل جی، وقتی کنترل جی رو بزنم و بنویسم 40، خودش اتوماتیک میره خط 40. 41 رو بزنم میره خط 41، پس این میپره به اون خطی که ما لازمش داریم. خب ترفند بعدی وقتیه که شما چند خط تو همزمان میخواید کامنت کنید. الان من میخوام این چند خط رو کامنت کنم. روش مبتدیش اینه که بیام یکی یکی بنویسم، هشتگ بذارم جلوشون کامنت بشن. اما روش حرفه‌ای تر اینه که شما هر سه تا خط رو سلکت کنید با استفاده از دکمه های شیفت، الت و ای، همه اینا رو کامنت کنید. حالا برای اینکه از کامنت درش بیارید دوباره همون دکمه رو بزنید، از کامنت در میاد. ترفند بعدی چیه؟ فرض کنید من یه همچی چیزی دارم و اینجا یه اشتباهی کردم و خود پارامتر رو پرینت کردم و من میخوام اینتیجر این پارامتر رو پرینت کنم. باید بیام، راه مبتدیش اینه که بیام دستی بنویسم اینتیجر ایکس، یا حالا نهایتاً بیام اینو کپی کنم اینجا پیست کنم و همینطور اینو. این راه مبتدیشه، ولی ما مبتدی نیستیم. بیایم از راه حرفه‌ایش که بخوایم انجام بدیم. شما اگه دکمه الت رو نگه دارید، اینجا کلیک کنید. اگه اینجا کلیک کنم دکمه الت رو نگه دارم، اینجا کلیک کنم، الان همه جاهایی که من کلیک کردم کرسرم اونجا هست و هر چیزی بنویسم تو همه اینا نوشته میشه. ببینید تموم شد. خب الان این انجام شد. شما این هر متنی رو چند جا بخواید بنویسید الت رو نگه میدارید و کرسرتون رو ببینید. مثلا من میتونم اینو الت رو نگه دارم، کرسر رو اینجا بذارم. خب پس این یه راه حل جذابیه که یک چیزی رو چند جا بنویسید. خب ترفند بعدی، شما وقتی میخواید یک لاینی رو کات کنید و بذارید یه جای دیگه، معمولا میاید کل این رو سلکت میکنید بعد کاتش میکنیم. اما توی وی اس کد اصلا لازم نیست بیاین کلش رو سلکت کنید. اگه من فقط ماوس کرسرم بذارم اینجا و ایکس رو بزنم، اون لاین رو کات میکنه. پس کنترل ایکس رو بزنید، کافیه که همینجا بذارید و کل لاین رو براتون کات میکنه. یه ترفند جالب تر، ببینید مثلا من اگه یه همچین فانکشنی داشته باشم ایکس به علاوه 1، خب حالا بگم مالتیپلای نیست، مالتیپلای ایکسه، ولی میخوام ایکس رو بعد این که این عمل انجام شد پرینت کنم. یعنی من میخوام این خط رو بیارم بعد این. یه راه خیلی سادهش، یه راه معمولیش اینه که این کار انجام بدیم. اما اگه خب خطاتون زیاد باشه و قاطی پاتی بشه، شما ماوستون رو میذارید اینجا، با استفاده از دکمه Alt و بالا پایین میتونید اینو
بیارید پایین بالا. خب یعنی شما یه خط رو میتونید اینجوری با استفاده از Alt و دکمه پایین بالا حرکتش بدید. حالا اگه من هم بخوام حرکتش بدم هم کپیش کنم، Alt Shift بالا پایین، ببینید چند بار پرینت. خب این هم ترفندایی که جالبه دیگه. خب بچه یک ترفند خیلی حرفه‌ای تر استفاده از اسنیپت ها توی پایتونه. اسنیپت ها جایی که شما میخواید یکم حرفه‌ای تر بشید تو کد هاتون از یه سری دستورها هی استفاده میکنید. یکی از اینا دستورهایی که شما گاهن زیاد ازش استفاده میکنید try دو نقطه except و else. حالا ممکنه توی کدتون 20 بار پیش بیاد اینو بنویسید با اتفاقهای حالا با تابه های مختلف اینو بنویسید و ازش استفاده کنید. یک چیزی هست تو پایتون به نام کد اسنیپتس که میاد این رو با یه دستور خیلی کوچیک براتون مینویسه. چجوری؟ توی اکستنشن ها اکستنشن اسنیپتس رو نصب کنید. ببینید چند نوع اسنیپت مختلف هست. اونی که حالا من پیشنهاد میدم اینه، ببینید پایتون اسنیپتس مال سی اس ترپسه. یعنی بهترین راه پیدا کردنش اینه که شما توی گوگل بنویسید پایتون اسنیپت سی اس ترپس، سرچ کنید، اولین ریزالت معمولا تو مارکت پلیس ویژوال استودیو میاد. اینستالو که بزنید توی ویژوال استودیو کد بازش میکنه براتون، پیداش میکنه و اینجا اینستالو میزنید. خب حالا بعد نصب این اسنیپت دیگه من جایی اگه لازم باشه این دستور رو بنویسم لازم نیست هر سه تا اینا رو تایپ کنم. اینستم try f، این چیزی که آورد. اگه این رو کلیک کنم ببینید همه اون چند خط رو بر من نوشت. خب دیگه لازم نیست همش با هم بنویسم، یا دیگه اینجا رو میتونم خودم عوض کنم هرچی میخوام بنویسم. یا یه دستور دیگه که زیاد استفاده میشه if main. خب اینو معمولا زیاد لازم میشه تو کد نویسی و دیگه لازم نیست کلش رو تایپ کنید و همین مخففش رو بنویسید براتون میاره. خب پس توی کد اسنیپت شما میتونید هر دستوری یه مخففی داره و میتونید دیگه با استفاده از اون استفاده کنید و بنویسید. ببینید if main اینو براتون میاره. خب ببینید while رو بنویسید while رو میاره براتون. خب این برای این که یه کدی رو بتونید به صورت خلاصه snippet وار وارد کدتون بکنید، یک قطعه کدی رو. پس سعی کنید از شورتکات ها زیاد استفاده کنید، از کیبورد زیاد استفاده کنید. کیبورد خیلی کارتون رو سریع میکنه، یکم اولش عادت کنید خیلی سریع تر میشه. لیست شورتکات های وی اس کد هم میتونید از سیتینگ کیبورد شورتکات ببینید. این همه شورتکات هایی که میتونید ازش استفاده کنید. مثلا میتونید پیدا کنید که شورتکات یک کامند خاص چیه. اگه جوپیتر نوتبوک استفاده میکنید run current cell control enter رو بزنید اون سل رو ران میکنه. میتونید سرچ کنید اون چیزی که میخواید رو، خب ران. یا مثلا من میخوام سرچ کنم ببینم شورتکات باز کردن ترمینال چیه، control و umlaut. من چون کیبوردم آلمانیه ممکنه این با مال شما فرق داشته باشه. احتمالاً control یه دونه خط آپستروف کجه، ولی برای من اینه چون کیبوردم آلمانیه. خب پس شما برای که خودتون پیدا کنید که چیه و میتونید حتی عوض کنید شورتکاتشون رو. اگه یه چیز دیگه براتون راحت تره روش کلیک کنید و بنویسید من میخوام شورتکاتم کنترل بی باشه، خب میتونید عوضش کنید. ولی حالا بیاین عوضش نکنیم با همین کنترل او. پس من اگه بخوام ترمینالم باز کنم کنترل او املاتو میزنم و این باز میشه. حالا این خیلی به درد میخوره برای اینکه گاهی وقتا شما لازمه این کد پایتونتون که ران میکنید یه کاری هم توی کاماند پرامپتتون انجام بدید. مثلا بیاید تو کاماند پرامپتتون گیت استاتوس یا با گیت کار کنید توی کاماند پرامپتتون. خب راحت تر اینه که از همین ترمینال وی اس کد استفاده کنید، همین کارو براتون میکنه. خب خب الان من ترفند آخر که استفاده از قسمت گیت وی اس کد نشونتون میدم که ببینید چقدر راحت تو وی اس کد میتونید از گیت استفاده کنید. ولی برای آموزش کاملش اینکه چطور گیت رو وصل کنید یه ویدیو دیگه میذارم.
پس شما اگه گیت رو لازم ندارید دیگه میتونید بقیه ویدیو رو نبینید. برای شما که از گیت استفاده میکنید، معمولا میایم مینویسیم گیت استاتوس یا گیت پوش، گیت پول توی کامند مینویسیم و ازش استفاده میکنیم. خب این هم ترفندهایی که جالبه دیگه. اکستنشن گیت، گیت لنز و گیت گراف توی وی اس کود، ببینید این قسمت شما الان دیگه گیت رو دارید، همه دستورهای گیت رو تو وی اس کود دارید. الان اینجا به من نشون میده چیا اضافه شده، چیا حذف شده و میگه که میتونم همه اینها رو استیج کنم یا یکی یکی استیج کنم. اینو استیج کنم، اینو استیج کنم، اینو استیج کنم، اینو حذف کنم، خب، یا اینکه همه‌شو یه جا استیج کنم. الان همه این تغییرات استیج شد. اینجا میتونم مسیجمو مثلا بنویسم و خیلی راحت کامیت رو بزنم. الان که کامیت شد سینگ چنجز رو بزنید، این معادل همین پوش اوریجینه. پس این خیلی راحت با چند تا دستور من سینگ کردم و پوش کردم و حتی اینجا میتونید پول هم بکنید. بیشتر دستوراتش یعنی پول، پوش، کلون، همه کار میتونید بکنید، برانچ جدید ایجاد کنید. خب خیلی راحت میکنه کارتون رو. مخصوصا چیزی که من خیلی ازش استفاده میکنم این گرافشه. که تو گیت داشته باشید، گیت گراف باعث میشه که بذارید من یک پروژه‌ای که گیتش درست حسابی تره نشونتون بدم. ببینید گیت، اگه من گیت گراف رو بزنم، این یک پروژه دیگه است که روش کار میکنم، کامل گیت گرافتون رو بهتون نشون میده و خب خیلی به دردتون میخوره. پس این هم ترفندهای وی اس کود، امیدوارم به دردتون خورده باشه و بتونید ازشون استفاده کنید. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. فعلا تا ویدیوی بعد، خدافظ.